آخرین عناوین خبری هفته پایان منع نوشیدن الکل در پارک های استان آلبرتا طرح کربن و مخالفت ها در آستانه انتخابات فدرال پناهجویان و مناقشات سیاسی احزاب کانادا انتقاد مادر اهل که از سیستم پزشکی این استان حذف 300 واحد درسی در دبیرستان های اونتاریو جنجال ویدیوی تبلیغاتی علیه طرح مالیاتی کربن افزایش زایمان توریسم در کانادا تاکید رهبر حزب کار بر عدم تغییر در قوانین سخت جنین سلام وقت بخیر به کانادا هفت از شبکه ای ام جی خوش آمدید در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته ای که گذشت با ما همراه باشید سلام من هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید اولین خبر این هفته رو آغاز میکنیم با خبری از قانون منع نوشیدن الکل در پارک های آلبرتا به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز با آغاز تعطیلات طولانی ویکتوریا دی نوشیدن مشروبات الکلی در تمامی پارک های این استان قانونی شد. آقای جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا در این رابطه گفت زمان آن فرا رسیده محدودیت مکانی برای نوشیدن الکل در آلبرتا برداشته شود. و آزادی و اختیار تصمیم در این موضوع به بزرگ سالان برخوردار از حس مسئولیت پذیری واگذار گردد. بخشی از کمپین انتخاباتی آقای کنی پایان بخشیدن به قوانین نوشیدن مشروعات الکلی بوده است. اما خبری داریم در ارتباط با طرح کربون و مخالفت‌های با آن در آستانه انتخابات فدرال. به گزارش AMG و به نقل از هاف پست رهبر حزب محافظ کار آقای شیر اعلام کرده کاهش تولید گازهای گلخانه کانادا در دستور کار طرح اقلیمی این حزب خواهد بود. سخنگوی حزب محافظ کار اعلام کرد این طرح که در ماه جوان منتشر خواهد شد اطلاعات دقیق تری از جزئیات اقدامات آتی این حزب در اختیار شهروندان کانادا قرار خواهد داد. به گفته آقای شیر، محافظ کاران بر این باورند که تغییرات اقلیمی بحرانی جدی در پیش روی دولت کانادا است وی طرح مالیاتی کربن آقای ترودو را متظاهرانه خواند و در توضیح سخنانش افزود سفرهای هوایی ترودو مقادیر زیادی گازهای گلخانهای تولید و متساعد می کند. با این حال او مالیات مربوط به این گازها را بر شهروندان کانادا که تأثیر چشمگیری در تولید آن ندارند تحمیل می کند. کانادا در بین ده کشور بزرگ تولید کننده گازهای گلخانه است که با توجه به وضعیت نفت آن و جمعیت نسبتا کوچک این کشور در بالاترین رتبه سرانه تولید گازهای گلخانه ای به ازای هر فرد قرار دارد. مناقشات سیاسی احزاب کانادا در رابطه با پناهجویان در این کشور به گزارش ام جی و به نقل از هاف پست ورود هزاران پناهجو در دو سال گذشته به کانادا موضوع اختلافات سیاسی بسیاری میان احزاب این کشور شده است بیشترین اختلاف نیز حول محور ورود ده ها هزار مهاجر غیرقانونی است که از سال 2017 و از طریق مرز مشترک کانادا و ایالات متحده وارد این کشور شدند دولت آقای ترودو و اقدامات ناکافی آن در برخورد با این مهاجرین غیرقانونی در این سالها همواره مورد انتقاد حزب محافظ کار قرار داشته است با این وجود گزارش بازرسان از آژانس‌ها و سازمان های زیرب در رابطه با این پناهجویان نشان می دهد سخنان آقای ترودو درباره یک پارچگی سیستم بررسی پرونده این افراد آمیز بوده و خطاهای قابل مشاهده ای در تکمیل روند بررسی پرونده به چشم میخورد. بر اساس گزارش های اداره آمار از زمان روی کار آمدن دولت آقای ترودو تعداد متقاضیان پناهجو در کانادا دست کم سه برابر شده است. اما انتقاد مادر اهل ساسکچوان از سیستم پزشکی در این استان به گزارش AMG و به نقل از CBC سی بیماری سی بی سی بی ناشناخته کودک زیر یک سال ساسکچوان به اشتباه سرخچه تشخیص داده شد مادر کودک پس از مشاهده علائمی چون تب و ظاهر شدن دانه های قرمز بر روی بدن او او را به مرکز درمانی رساند با این حال چند روز بعد مشخص شد نتیجه آزمایش آبل مرغان و سرخچه این کودک منفی بوده است مادر او که از این اشتباه خشم بود از همه والدین خواست فرزندان خود را واکسینه کنند. واکسن سرخچه در کانادا در دو مرحله، مرحله اول بین یک تا دو سالگی و مرحله دوم بین چهار تا شش سالگی انجام می شود. به ترتیب کودکان کمتر از یک سال در خطر ابتلا به این بیماری از طریق انتقال ویروس از دیگران قرار دارند. به گزارش اداره سلامت کانادا از آغاز سال 2019 تا کنون هیچ موردی از ابتلا به سرخجه در این کشور دیده نشده است و حالا یک خبر خوب برای دبیرستانی ها. حذف 300 واحد درسی از درس‌های دبیرستان‌های اونتاریو به گزارش AMG و به نقل از CTV تی وی نیوز در پی افزایش تعداد دانش آموزان در کلاس های درسی در سال تحصیلی آینده بیش از 300 واحد درسی از دروس دبیرستان های این استان حذف خواهد شد. این 313 واحد درسی حذف شده شامل دروس انگلیسی، جغرافیا، اقتصاد و علوم خواهد بود. به گفته تورنتو دیستریک اسکول بورد تمام دروس اجباری همچنان ارائه خواهد شد اما در واحدهای زمانی محدودتر و با تعداد بیشتری دانش آموز در هر کلاس آقای داکفورد پیشتر اعلام کرده بود با افزایش تعداد دانش آموزان در هر کلاس 3475 فرصت شغلی تدریس حذف خواهد شد این تغییرات در جهت جبران کسری بودجه این دولت بوده است با این حال به گفته وزیر آموزش دولت اونتاریو لیزا تامسون هیچ معلمی شغل خود را از دست نخواهد داد بلکه معلمین انتخاب شده یا بازنشسته خواهند شد و یا داوطلبانه کار خود را ترک خواهند کرد جنجال ویدیوی تبلیغاتی علیه طرح مالیاتی کربن به گزارش AMG و به نقل از CBC به گفته کاربران شبکه های مجازی ویدیوی تبلیغاتی اخیر دولت آنتاریو در انتقاد به طرح مالیات کربن به جای انتقاد بیشتر نقش تبلیغ کننده برای آن ایفا می کند. در این تبلیغ تلویزیونی در حالی که راوی با آرامش از تاثیر این طرح بر افزایش قیمت همه چیز از بنزین تا میوه و سبزیجات صحبت می کند، تصاویر هزاران سکه را نشان می دهند که از شلنگ بنزین The federal government is charging you a carbon tax. You're paying a nickel more per liter. Then, your heating bills are a few nickels higher. And food's up a nickel or two. This will cost the average Ontario family $648 a year. Ontario has a better way, holding the biggest polluters accountable, reducing trash, and keeping our lakes clean. A carbon tax isn't the only way to fight climate change. Learn more about our plan. خبر بعدی ما در مورد افزایش زایمان توریسم در کانادا است. به گزارش ای ام جی و به نقل از روزنامه ونکوورسان افزایش میزان زایمان توریسم در کانادا زنگ خطر را برای همه سطوح دولت به صدا درآورده است. به گفته منتقدان زایمان توریسم معنا و مفهوم شهروندی کانادا را متزلزل کرده است. انتظار می روید این موضوع مسئله مناقشه برانگیز در انتخابات اکتبر در کانادا باشد. محافظکاران در صددند قانون را به گونه تغییر دهند تا شهروندی کانادا تنها در صورتی شامل نوزاد گردد که یکی از والدین او شهروند یا مقیم کانادا باشند. با این حال به گفته سخنگوی دولت فدرال محافظکاران پیشتر نیز درخواست پایاندهی به این قانون را داشتند. که با مخالفت شهروندان کانادایی مواجه شدند. قانون تولد در خاک کانادا از سال 1947 در کانادا اجرا شده است. و در پایان تاکید ان شیر بر عدم تغییر در قوانین سخت جنین در دولت آینده به گزارش ای ام جی و به نقل از سی بی سی پس از آنکه سخت جنین در تعدادی از ایالتهای امریکا ممنوع اعلام شد حزب محافظه کار کانادا نیز در این رابطه مورد انتقاد دولت فدرال قرار گرفت پس از آنکه نمایندگان این حزب هفته گذشته در تجمع حفظ حیات شرکت کرده بودند دولت فدرال این اقدام نمایندگان حزب محافظه کار را زنگ خطری برای شهروندان کانادا اعلام کرد آقای شیر روز جمعه خاطر نشان کرد تنها کسی که مرتبا این موضوع را مطرح می کند شخص نخست وزیر است وی سپس به کانادایی ها اطمینان داد دولت محافظه کار پس از انتخابات ماه اکتبر مناقشه بر سر موضوع سقط جنین را دوباره آغاز liberal desperation politics uh, to distract from their record of failure and ongoing scandals they're lashing out trying to find uh, you know, inventing issues to try to uh, fearmonger and divide canadians the only person who is bringing up this issue time and time again is justin trudeau i've made it very very clear canadians can have absolute confidence that a conservative government after the election in october will not reopen this issue. <laughs> از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاس گذاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه های اجتماعی با ما در بگذارید. فراموش نکنید که ما را حتما در این شبکه ها دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم تا خبری دیگر خدا نگهدار. من هم از شما سپاس گذارم تا یک شنبه آینده ساعت هفت کانادا هفت از شبکه AMG خدا نگهدار.